اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم و بینندگان برنامه مشاهیر اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم ایام به کامتان باشد و همیشه سرفراز و سربلند باشد. به ادامه برنامه های قبلی، اینک می رسیم به بررسی و مرور کارنامه های زیبای خلیفه سوم اسلام، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه. نامشان عثمان، کنیشان ابو عبدالله و لقبشان ذی النورین بود. به خاطر عثمان رضی الله عنه را ابو عبدالله می گفتند که از دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از رقیه رضی الله عنها یک پسر داشت به نام عبدالله، هرچند این پسر در سن 6 سالگی وفات کرد، اما این کنیه برای همیش برای عثمان رضی الله عنه باقی ماند و لقبشان ذی النورین بود، به خاطر اینکه دو دختر یا دو نور چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم را عثمان رضی الله عنه در ازدواجشان قرار داده بود، یا با دو دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردند. و این یگانه شرفی هست یا یگانه مقامی هست که تنها و تنها عثمان رضی الله عنه کسب کرده، به این معنا که در طول تاریخ بشریت یگانه فردی که با دو دختر یک پیامبر ازدواج کرده، او فقط و فقط عثمان رضی الله عنه است. و به این خاطر امت اسلامی او را ذی النورین لقب دادن، با دو نور چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بود. عثمان رضی الله عنه 6 سال بعد از عام الفیل به دنیا آمد، به این معنا که عثمان رضی الله عنه 5 سال سنش از رسول الله صلی الله علیه و سلم خرد بود. و درباره شمائل عثمان رضی الله عنه تاریخ نویسان متذکر می شوند که عثمان رضی الله عنه یک انسان بسیار قامت بلند، یک انسان که دارای مفاصل بزرگ و اندام کلان بود، یعنی یک انسان بسیار عضلاتی و اندامی بود و همچنان دارای ریش انبوه و بسیار بزرگ بود، بسیار پر ریش بودن و گاهی اوقات ریششان را رنگ نسبتا سرخ یا حنا می کردن و صورتشان سفید و خیلی جذاب بود. عثمان رضی الله عنه از جمله اشخاصی بود که خیلی زیبا و یک صورت نورانی داشت. در زمان جاهلیت یا قبل از اسلام، عثمان رضی الله عنه شخصی بود که در مکه یک جایگاه بسیار بزرگ و عالی داشت، مقام بالایی داشت، از آنجا که عثمان رضی الله عنه یک فرد ثروتمند بود، هم خودشان تجارت پیشه بودند و هم میراث هنگفتی از پدرشان عفان به اینها به میراث مانده بود. و در جامعه سکولاریستی مکه، جامعه ثروتگرا، جامعه مادی پرست مکه، مقام و منزلت هر شخص به اندازه مال و داراییش بود، یعنی هر کی مالی بیشتر داشت به همان اندازه دارای شرف و جایگاه و مقام بود. و عثمان رضی الله عنه خیلی یک فرد ثروتمند و یک انسانی بود که مال زیاد داشت و به همین خاطر مردم مکه به عثمان رضی الله عنه یک جایگاه خاص قائل بودند. در عین حالی که مردم مکه به عثمان رضی الله عنه یک جایگاه خاص قائل بودند، عثمان رضی الله عنه در زمان جاهلیت هرگز
دست به فحشا و منکرات نزده، لب به شراب نرسانده و هیچگاهی فساد اخلاقی را مرتکب نشده. چنانچه که خود عثمان رضی الله عنه بیان میکند که من هرگز آواز نخواندم، هرگز در محافل رقص و موسیقی اشتراک نکردم، هرگز امورات بد و مجالس زشت بالای من تأثیر نداشت و در دل یک کشش و جذبه نداشتم که باید در میان آنها باشم، یعنی قلبا از زشته ها متنفر بود. و این واقعا باید هر مسلمانی این چنین خاصیتی را داشته باشه. و میخوام یک نکته را در اینجا اضافه بکنم که هر مسلمانی باید یک ویژگی خاصی را برای خود اختیار بکنه، به این معنا که یک عمل خاصی را خصوصی و پنهانی برای خود نگاه بکنه. به عنوان مثال، اگر در روز محشر یا روز قیامت سوال شود، پرسان شود که بیاین یک طرف کسانی که هرگز زنا نکرده باشند، باید مسلمان ای تو یک خاصیت را داشته باشه. یا اگر سوال شوه که بیاین یک طرف کسانی که هرگز دروغ نگفته باشن، آیا ما در میان اونها هستیم یا نیستیم؟ یا اگر پرسان شوه که بیاین یک طرف یا جدا شوند کسانی که هرگز غیبت نکرده باشن، هرگز زنا و لواطت نکرده باشن، هرگز دروغ نگفته باشند، دزدی نکرده باشند، خیانت نکرده باشند، یعنی حداقل در یکی از این کتگوری ها انسان مؤمن قرار بگیره، یکی از این خصوصیات را. در حالی که عثمان رضی الله عنه بیان میکنه که من از همه اینها هستم، یعنی نه شراب خوردم، نه زنا کردم، نه خیانت کردم، نه در محافل رقص و موسیقی بودم، نه به طرف منکرات کشش و جذبه داشتم. بیان میکنه انسان مسلمان حد اقل باید یکی از این خصوصیات را با خود داشته باشه و او را مخفی من حیث یک راز، من حیث یک رمز بین خود و الله متعال نگاه بکنه تا در قیامت بدردش بخوره. عثمان رضی الله عنه در اولین روزهای دعوت یا در آغاز دعوت به پادرمیانی یا به سفارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان میاره و به اسلام مشرف میشه. عثمان رضی الله عنه از جمله سابقون الاولون هست، یعنی از جمله کسانی که در ابتدای آغاز دعوت ایمان آورد و مسلمان شد. ابن سعد در کتاب زیبای خود الطبقات الکبرا داستان را یادآور میشه پیرامون ایمان آوردن عثمان رضی الله عنه و میفرماید که عثمان رضی الله عنه در یک سفر قرار داشت، چون تجار بود، تجارت پیشه بود و به کشورهای دیگه یا سرزمینهای دیگه سفر میکرد. عثمان رضی الله عنه رفته بود به سفر شام و چنانچه خودش حکایت میکنه میفرماید که وقتی از شام برگشتیم در منطقه به نام زرقا، در اونجا ما شب را اتراق کردیم یا شب را سپری کردیم، وقتی در شب خواب بودیم یک ندادهنده صدا کرد که ای خفتگان بیدار شوید که محمد در مکه برانگیخته شد، یعنی بیدار شوید که محمد صلی الله علیه وسلم در سرزمین مکه به پیامبری مبعوث شد. وقتی این ندار عثمان رضی الله عنه میشنوه، در طول سفر بالای این صدای غیبی تمرکز میکنه و فکر میکنه. به مجردی که به مکه میرسه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه از سر راهش فرا میرسه و عثمان رضی الله عنه را به طرف اسلام دعوت میکنه و عثمان رضی الله عنه بدون چون و چرا، بدون مکس و درنگ،
و بدون قید و شرط دعوت اسلام را میپذیره و ایمان میاره. و بعد از اینکه عثمان رضی الله عنه ایمان میاره و کم کم دایره اسلام وسیع میشه، گسترده میشه و مشرکین هم متوجه میشوند که دین جدیدی در مکه ظهور کرده و هر روز به تعداد پیروانش افزوده میشه. مشرکین خطر احساس میکنن، جاهلین راههایی را انتخاب میکنن به خاطر جلوگیری از گسترش دعوت. یکی از سرکردگانی که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشت و همیشه صد راه دعوت قرار میگرفت و از هیچ گونه مکر و فریبی یا از هیچ گونه اقدامی دریغ نکرد، او ابولهب کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو دختر داشتن به نام رقیه و ام کلثوم. این دو دخترشان در عقد نکاح عتبه و عتیبه بود، پسران ابولهب، عتبه و عتیبه در عقدشان بود، اما تا هنوز نکاح نکرده بودند. به اصطلاح ما شما در دوره نامزادی قرار داشت. ابولهب با خانمش ام جمیل تصمیم میگیره تا صدمه ای بر آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد بکنه. با پسران خود عتبه و عتیبه دستور میده که دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم را طلاق بدین. اونها فورا این کار را میکنن و دو دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم را، رقیه و ام کلثوم را، عتبه و عتیبه طلاق میده. در کنار این که ابولهب میخواست به آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم صدمه بزنه، اما واقعیت این است که این امر سبب شد تا آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم از لکه‌دار شدن نجات پیدا بکنند. یعنی قبل از اینکه ازدواج بکنند و زفاف صورت بگیره، خواست الله جل شانه و اراده الله جل شانه این بود که خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانواده منحوس و پلید ابولهب گره نخوره، در عقد قرار نگیره. وقتی که عتبه و عتیبه دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم را طلاق دادن، فوری عثمان رضی الله عنه می آید به خواستگاری رقیه رضی الله عنها و رسول الله صلی الله علیه و سلم با این عقد موافقت میکنه و رقیه رضی الله عنها را در ازدواج عثمان رضی الله عنه قرار میده. و این وقتی بود که خدیجه رضی الله عنها زنده بود و خود خدیجه رضی الله عنها دختر خود را آماده میکنه و میبره به خانه عثمان بن عفان رضی الله عنه. بعد از گسترش دعوت چند سالی از دعوت میگذره و دعوت کم کم فراگیر میشه، همه شمول میشه، افراد زیادی به دامن دعوت میآیند و در سایه دعوت قرار می گیرن، ایمان میارن. مشرکین فشارها را بسیار زیاد میکنن، انواع فشارها را، انواع شکنجه ها را. یکی از کسانی که سران قبیله بود و همیشه مسلمان ها را شکنجه میکرد، حکم بن ابی العاص که بر روایت کاکای عثمان رضی الله عنه بود، در عین حال که سردار قبیله بود، کاکای عثمان رضی الله عنه هم بود و او عثمان رضی الله عنه را به خاطر ایمان آوردن بسیار شکنجه میکرد، بسیار آزار میداد، به حدی که عثمان رضی الله عنه را در داخل یک تکه بوریا میپیچانید و در اطراف بوریا گیاهان را و آتش را روشن میکرد، گیاهان را جمع میکرد، خاشاک جمع میکرد و آتش را روشن میکرد تا این دود در داخل بوریا عثمان رضی الله عنه را خفه بکنه و بار بار عثمان رضی الله عنه از هوش میرفت، بیهوش میشد و از حال میرفت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حالت را دیدن
و همچنان یاسر و سمیه رضی الله عنهما شهید می شوند تحت شکنجه ابو جهل. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور هجرت می دن به سرزمین حبشه و یگانه کسی که با فامیلش هجرت میکنه به طرف حبشه او عثمان رضی الله عنه است که هم در هجرت اول حبشه در ماه رجب سال پنجم هجری و در هجرت دوم به سوی حبشه در سال ششم هجری در هر دو هجرت عثمان رضی الله عنه شامل بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان عثمان لاول من هاجر الى الله باهله بعد لوط. بعد از لوط علیه السلام اولین کسی که با اهل و عیالش با فامیلش به طرف حبشه هجرت کرده او عثمان رضی الله عنه است. یکی از ویژگی های خاص و منحصر به فرد عثمان رضی الله عنه است، یا به عبارت دیگر یکی از فضائلی است که الله جل شانه به عثمان بن عفان رضی الله عنه نصیب کرده. عثمان رضی الله عنه همیشه در کنار و در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی یک شاگردی بود که شب و روز در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشت، همیشه در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. عثمان رضی الله عنه وقتی که در سال دوم هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف بدر حرکت کردند، عثمان تصمیم گرفت که در غزوه بدر شرکت کند. وقتی از مدینه بیرون آمدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان دستور داد که برگرده به مدینه، چون رقیه خانم عثمان رضی الله عنه و دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی شدید مریض بود، یعنی یک مریضی بسیار شدید را گرفتار شده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم به عثمان رضی الله عنه دستور دادن تا در مدینه باقی بمانه و از رقیه رضی الله عنها پرستاری بکنه، مراقبت بکنه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن در بدر و پیروز شدن، وقتی پیام پیروزی را، پیام فتح را به مدینه فرستادن، مجددهنده فتح زمانی به مدینه رسید که مردم در بقیه مصروف دفن رقیه رضی الله عنها بود، یعنی در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بدر قرار داشتن دخترشان رقیه رضی الله عنها وفات کرد. و به خاطری که عثمان رضی الله عنه را رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان دستور داده بودند که برگرده، او را رسول الله صلی الله علیه و سلم از اهل بدر حساب کرد و در غنایم بدر عثمان رضی الله عنه را شریک ساخت و سهمی را که به دیگر مجاهدین رسول الله صلی الله علیه و سلم تقسیم کرده بودند، عین سهم را به عثمان رضی الله عنه هم دادند. بعد از وفات رقیه رضی الله عنها در سال دوم هجری، رسول الله صلی الله علیه و سلم دختر دیگرشان را به نام ام کلثوم در سال سوم هجرت به عقد عثمان رضی الله عنه در آوردن و متاسفانه ام کلثوم رضی الله عنها هم در سال نهم هجری وفات کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لو کانت عندنا ثالثه لو لزوجناکها یا عثمان، اگر ما دختر سومی هم می داشتم او را در نکاح تو در می آوردم ای عثمان. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر عثمان رضی الله عنه او را دوست داشت، با عثمان محبت داشت و عثمان رضی الله عنه او را چنان خوب میدید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر دختری سومی هم می داشتم او را در نکاح عثمان رضی الله عنه ما در می آوردم. همچنان در غزوه احد عثمان رضی الله عنه حضور داشت، در غزوه خندق عثمان رضی الله عنه حضور داشت، در غزوه ذی عامر و غزوه ذات الرقا
جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو غزوه رفتن، عثمان رضی الله عنه را به عنوان جانشین یا به عنوان اولوالامر در مدینه باقی گذاشتن و تعیین کردن. در صلح حدیبیه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف مکه حرکت کردن، عثمان رضی الله عنه در کنارشان بود. وقتی در مقام حدیبیه رسیدن و اون طرف هم خالد بن ولید و لشکر قریش مانع پیشرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف مکه شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خراش بن امیه را به عنوان سفیر یا کسی که پیام صلح رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قریش برسانه فرستادن و او نتیجه ای نگرفت و برگشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر رضی الله عنه پیشنهاد کردند که تو به عنوان سفیر یا نماینده ما برو به طرف قریش و پیام ما را به قریش برسان که ما به خاطر جنگ نیامدیم، بلکه ما زوار هذا البيت، ما زائرین یا زیارت کنندگان بیت شریف هستیم. عمر رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکنه و میگه که از قبیله ما کسی در قریش باقی نمانده، یعنی اگر ما به مکه بروم، چنانچه که مردم بالای خراش بن امیه هجوم آوردن و شترش به قتل رساندن و میخواستن خودش هم شهید بکنن که با پادرمیانی تعداد نجات یافت، عمر رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر مردم قریش بالای ما حمله بکنن، من هیچ حمایت کننده ای ندارم. و به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکنه که من کسی را به شما معرفی میکنم که نسبت به من هم جایگاه داره در میان قریش، هم از مقام و شرف برخوردار است و هم قبیله ای داره که از او دفاع بکنه. و عثمان رضی الله عنه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم و عثمان رضی الله عنه گفتند که برو به طرف قریش و پیام ما را در میان قریشیان ابلاغ کن. وقتی عثمان رضی الله عنه به طرف قریش حرکت کرد یا به طرف مکه، قریشی‌ها به خوبی از عثمان رضی الله عنه استقبال کردند. وقتی که عثمان رضی الله عنه در مکه قرار گرفت، چند روزی اونجا مکث کرد و مکث عثمان رضی الله عنه یا درنگ عثمان رضی الله عنه به خاطری بود که پیام اسلام را، پیام پیروزی را، مژده‌ها را برای اون عده از مسلمان هایی که توان هجرت را نداشتند یا در قید و اسارت مشرکین بودند، مخفیانه با تک تک اونها دیدار میکرد و پیام پیروزی را، گسترش اسلام را، به اصطلاح ما شما خبرهای جدید را برای تک تک اونها میرساند. در این ایام وقتی که عثمان رضی الله عنه تقریبا چند روز را سپری کرد و بر نگشت، در میان مجاهدین و در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین شایعه شد که گویا قریشیان عثمان رضی الله عنه را شهید کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی غمگین شد و به خشم آمد، نه تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه همه اصحاب و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم را دور هم جمع کرد و به خاطر خونخواهی و انتقام خون عثمان رضی الله عنه بیعت گرفت از مردم که تا پای جان دفاع بکنن، بجنگن و استاد باشن، که این بیعت در تاریخ اسلامی به نام بیعت رضوان مشهور هست و به خاطر خونخواهی عثمان رضی الله عنه این بیعت صورت گرفته. وقتی همگی دستشان را بالای دست رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتن و بیعت کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم دست دیگرشان را بالای دست خودشان ماندن و گفتن هذه ید عثمان، ای دست عثمان رضی الله عنه است، ای دست عثمان رضی الله عنه است. ایاس بن سلمه از پدر خود روایت میکند که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم
دست دیگرشان را بالای دستشان گذاشتند و گفتند این دست عثمان است. تعدادی از اصحاب زمزمه کردند و گفتند که خوشا به حال عثمان که بسیار آرام در حالی که در آرامش است که عبر طواف میکنه. یعنی ما در اینجا به دفاع از عثمان رضی الله عنه بیعت کردیم که بجنگیم و انتقام بگیریم، اما شاید عثمان رضی الله عنه زنده باشه و کعبه را خیلی با آرامش و اطمینان کامل طواف بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لو مکث کذا ما طاف حتی اطوف، هرچند مکس صورت گرفته یا وقفه صورت گرفته و عثمان رضی الله عنه در میان مشرکین چند روزی را سپری کرده، با وجود این عثمان رضی الله عنه طواف نمیکنه تا زمانی که من طواف نکنم. و این گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا راست برآمد. وقتی که عثمان رضی الله عنه رفت به طرف مشرکین، مشرکین به عثمان رضی الله عنه پیشنهاد کردند که محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش اجازه نداره که کعبه را طواف بکنه، اما تو اجازه داری کعبه را طواف بکن. و عثمان رضی الله عنه گفت که من هرگز چنین نمیکنم، من بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواهم که کعبه را طواف بکنم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک خواستند که جیش را آماده بکنند و مسلمین را بفرستند به طرف تبوک، پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحاب را جمع کردند و در میان اهل مدینه صدا زدند که کی آماده است که این جیش را تجهیز بکنه تا الله جل شانه او را بخشش بکنه و عفو بکنه. من یجهز هؤلاء غفر الله له، هر کسی که تجهیز بکنه این جماعت را الله جل شانه او را میبخشه، گناهان او را عفو میکنه. عثمان رضی الله عنه وقتی چنین بشارتی را، چنین مژده‌ای را از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوه به وجد میآید. وجدم چقدر وجد زیبایی که سخاوتش به جوش میآید. سخاوت و جوانمردی عثمان رضی الله عنه خروشان میشه، فوران میکنه و عثمان رضی الله عنه میره از میان مال خود 940 شتر و روایت دیگر 1000 شتر، 100 حسب و 10000 دینار از مال خود جدا میکنه و میآید در پیشگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده و بیان میکنه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم 1000 شتر، 100 رأس اسب و 10000 دینار به خاطر تیاری و آمادگی جیش العسره یا غزوه تبوک ما میپردازم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی سخاوت عثمان، جوانمردی عثمان رضی الله عنه را دیدن فرمودن ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بعد از این هر عملی که عثمان رضی الله عنه انجام بده به او ضرر نمیرساند. چی یک سرتیفیکیتی، چی یک وعده و پیمانی که این چنین یک پیمان را احد من الناس غیر از عثمان رضی الله عنه دریافت نکرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم برش گفته باشه که بعد از این هیچ عملی به تو ضرر نمیرساند. یعنی اگر هر عملی را تو انجام بدی الله جل شانه به خاطر اون عمل تو را مؤاخذه نمیکنه. اما این جایگاه را فقط و فقط عثمان رضی الله عنه، عثمان غنی، عثمان سخاوتمند، عثمان که همیشه در خدمت فقرا و مساکین بود، این جایگاه را کسب کرد و به این مقام و شرف نائل شد. انشاءالله باقی موارد را در سلسله برسه های بعدی دنبال میکنیم و شما را به الله واحد و ذو الجلال میسپاریم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.